درود بر شما همیهنان گرامی، امروز جمعه 4 تیر ماه با خلاصه مهمترین خبرهای آوا تودی در خدمت شما هستم. دایره اعتصابات سراسری کارگران روز به روز بزرگتر می شود. کارگران شرکت ارتباط فجر نیز از کار دست کشیده و به اعتصابات پیوستند. کارگران شرکت بید بلند ماهشهر نیز در حمایت از اعتصابات سراسری محل کار خود را ترک کرده و راهی خانه های خود شدند. فدراسیون جهانی پتروشیمی از اعتصابات سراسری کارگران در ایران حمایت می کند. فدراسیون جهانی پتروشیمی اعلام کرده است که در کنار کارگران ایران و با همبستگی بیشتر برای تحقق خواست و مطالبات آنها مبارزه می کند. شیخ جابر رجبی، یکی از مسئولان سابق اصحاب اهل حق، در توییتی نوشت اگر راست میگوید لشکر فاطمیون را به جنگ طالبان بفرستید، البته باید طالبان را تروریستی اعلام کنید و یک سری میهمان را اخراج کنید. محمد حسین آقاسی، وکیل محمد نوریزاد، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر وضعیت سلامت موکلش را خوب توصیف نکرده و نوشته است در ملاقات با موکل حاضر نشد از مرخصی که برای وی در نظر گرفته شده استفاده کند. 102 روز اعتصاب دارو و غذا، هر روز 5 زخم بر خود، کاهش 25 کیلوگرم وزن، کاهش شدید شنوایی، 37 مورد بیهوشی، واقعا از جان خود گذشته گرانم. مادر جاویدنام، مهدی دائمی، از جانباختگان اعتراضات آبان خونین 98 با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشته است ما خانواده های آبان از اعتصابات سراسری حمایت می کنیم چرا که به سرنوشت مشترکمان آگاهیم. دستاورد دیگری از نظام، خرید مرغ با کارت ملی. به گزارش آوا تودی، منابع جمهوری اسلامی اعلام کردند که هر اصفهانی با کارت ملی در هر هفته تنها امکان خرید 6 کیلو مرغ را دارد. در ادامه اعتصابات سراسری کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها، کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون در استان بوشهر نیز دست از کار کشیده و به اعتصابات ملحق شدند. سناتور تد کروز روز 24 ژوئن 3 تیر ماه در جلسه استماع سنای آمریکا درباره 2 اصلاحیه تحریم‌های جهانی ماگنیتسکی علیه خامنه‌ای و رئیسی گفت دو لایحه است، لایحه اول کروز 1 و لایحه دوم کروز 2. این دو اصلاحیه کاری که می‌کند این است که تحریم‌های جهانی ماگنیتسکی علیه ولی فقیه ایران علی خامنه‌ای و رئیس جمهور اخیراً انتخاب شده این رژیم رئیسی را اعمال می‌کند. جیمز کلورولی، وزیر بخش خاورمیانه و آفریقا، در مجلس انگلستان روز جمعه 4 تیر ماه در توییتی نوشت انگلستان و کانادا متعهد به تامین عدالت برای قربانیان پرواز PS752 هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی هنوز پاسخی درباره تمدید توافق موقت دو جانبه نداده و پاسخ فوری تهران در این زمینه ضروری است. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، شب و روزگارتان خوش.